حتی در شما میشه 8 سال جنگ و دفاع مقدس بود. پدران ما، نیاکان ما با کانونهای خودشان بدون هیچ گونه سرایه ای شما های جنگ و پشتیبانی رو کردن با رساندن مهمات و خزا و اینا. بعد از این که 8 سال جنگ و دفاع مقدس تمام شد، جنگ اقتصادی شروع شد. مدافعان این جنگ اقتصادی ما رانندگانیم که با تلاش شبانه روز، زحمات زیاد و دسترنج خیلی کم به مملکت و اقتصاد کشور خدمت و با رساندن تمامی محصولات کشاورزی، کارخانجات به بازارچه های مرزی برای تهیه ارز از به زور شما داریم به مملکت و اقتصاد کمک میکنیم و چرخ اقتصاد رو میچرخونیم. از به زور شما میشه مایت کشور ایران تولید کننده فولاد جهان و اولین صادر کننده فولاد جهان قرار داریم. همکاران ما با رساندن مواد اولیه به کارخانجات و با تولید و حمل اونا به بازارچه های مرزی برای صادرات کشور را در رتبه اولین تولید کننده و صادر کننده فولاد جهان قرار دادیم. نباشن تمامی جوزه مبزاره از دل میره، تمامی خاطر زمان به سیستم کشاوردان جیروفتی و خوزستانی همه توی زمین ها فاسد میشه. همچنان که دیدی تمام میادین نیرو و تربار خالی از جیوه میشه، درسته یا نه؟ تمام بازارچه های مرزی تعطیل میشه، تمام تجارت بیکار میشه. یعنی اخوی قسم خورد، یعنی اخوی برای ما ارزش قائل نیستن، دور از شما. من به خودم میگم و هیچ توجهی به حرف ما نمی کنه اینا. چرا؟ آیا راننده این همه مؤثر در امن پیشرفت اقتصاد حسن بشین گرداننده چرخ اقتصاد کشور در پیشرفت استقام از بود مؤثر تاثیر گذار؟ چرا هیچ که بهش توجه نمیکنه؟ چرا به حرفش گوش نمیدن؟ ما آمدیم پلاک بگیریم به این مملکت خدمت کنیم، چرخ اقتصاد را بچرخونیم. چرا زنگ نزدن داریم چرخ اقتصاد این مسیحیم؟ چرا به ما کمک نمیدن که ما به این جامعه به این مملکت به اقتصاد خدمت بکنیم؟ چه دلیلی داره؟ کی از اون ما بده؟ آقا سرمندان